شاید میتونم بگم بهترین دوئلی که زدم این بوده. سلام بچه‌ها، من علی اگزو هستم و خوش اومدید به یک ویدیو خفن دیگه. امروز اومدم یه ویدیو در رابطه با دوئل اسناب که چطوری میتونید مثل چیترها پرواز کنید و با اسناب انمیا رو بزنید. پس حتما این ویدیو رو ببینید. تازه اتچمنت و لودات اسناب هم براتون گذاشتم. بچه‌ها خب همونطور که میدونید پلیری که در واقع جلوی منه سیزن یکی بازم و سطح بازی خوبی داره. این بنده خدا خیلی دنبال من بود و میخواست یه دوئل با من بزنه. حالا کلا من با کسی بچه ها میدونید دوئل زیاد نمیزنم، ولی خب جدیدن یه درخواست اینقدر زیاده چون من سربازه بودم نمیرسیدم دوئل بزنم. حالا دیگه این دوئل رو زدیم، نتیجهش هم واقعا خیلی خفن شد. من نمیگم، حتما ببینید سورپرایز بشید و حالا یه ریاکتم روش میرم. اولین کی رو دیدی؟ نه دیدی یا نیدی؟ ببین داداش، درسته سیزن یکی هستی، ولی خب سیزن یکی اصلی که نیستی. من تازه نسخه بتاش هم پلی دادم ولی خب خداییش عجب اسکین هالیدی خفنی داره و کاش کی منم هالیدی داشتم. بچه من گردونشم زدم اما یه کاملش نکردم متاسفانه. بچه ها حالا بگذاریم، توی این ویدیو انقدر تو هوا اسناب کیل گرفتم که اصلا خودم نمیدونم چجوری دارم اینا رو میزنم. یعنی من هر طور شده بود میخواستم بازی رو ببرم و ویدیوشو براتون بذارم. ببین چقدر اون گوشه میره خط میگیره. خب یعنی چی؟ تو چه سیزن یکی هستی که میری خط اون گوشه رو میگیری؟ بابا راش بده دیگه. بچه کلن دوئلایی که طرف بخواد خط بگیره من بدم میاد. هر چقدر هم بخوام راش بدم میخورم، نمیدونم چرا، ولی بچه من کلن عادت دارم راش بدم و کیلوی خفه میگیرم. این دیل هالیدیش هم لامصب انداخته آدم وسوسه میکنه. هی تو راه خواستم برم سرم ریدوز کنم برم بیرون، گفتم بلش بوده دیلشو بردم. نگو پشمو چی زدن اینجا؟ اصلا دیلو میبینم، هالیدیو میبینم، اصلا یه حالی میشم. بچه تا جایی که میتونستم سعی کردم سطح شاتار رو مولای فضایی باشه. اصلا نیا کن خدای سطح رو ببین، تو هوا جامپ بزنی شات بزنی اینمی میمیده. اصلا عجیبه، واقعا عجیبه. بعد تازه من دیل هالیدی اصلا اسکوپش دیر باز میشه، ولی خب انقدر ارادت دارم نسبت به دیل هالیدی سریع گانشو برمیدم. خیلی خوشگله. اصلا یه پایی میبینم اوه چی زد اینجا، دیگه عصبانی شد داداشمون. داداشمون واقعا یه عصبی شد. بچه دیدید مثلا یه جای طرف وقتی امتیازش عقب میفته هی میره خط میگیره کمپ کنه؟ دقیقا آدم همینجوره. من همین آدمی که الان رو برمه اصابانو داشت خورد میکرد، هی گوشت بابا خب بگه بیرون دیگه، من چقدر راش بدم؟ به خدا نارنجک رو بگیرم دستم، نایف بگیرم دستم، سریع برسم به بیسش. نگاه رفته اون بالا، بیا پایین، بیا پایین بابا، بیا پایین به مولا، بیا پایین بابا. علی اگزو دیگه موهاش سفید شد از بس که اینجور اسنایپ زده. دیگه حالا تو میخوای به من چیزی بگی؟ ولی خب بچه حالا من کلن با کسی در واقع بحث و جدل ندارم و ادعایی ندارم تو دوئل، ولی خب نگاه آخه چجوری داره همه رو داره از بک میزن. یه اصلا خوب شد دیگه اینجا یه ادیت زدم که دیگه شما خسته نشید. تونتون کلی رو نشون بدم. اوه سطح شاتو، فقط سطح شاتو داشت علی اگزو رو دیدی؟ ناموسم بچه ها اگزوار میمی من طرفدار علی اگزو، یه لایک رو بخوبید دیگه. من چیکار باید بکنم براتون؟ نیا کن دوباره از پشت من بزن. بچه ها کیا چنل یوتیوب من رو سابسکرایب ندارن؟ همین الان سابسکرایب کنن دوستای عزیزم، سابسکرایب کنید حتما. یه دونه کامنت انگلیسی هم بذارید. بیا پایین بابا، گست برمیداری؟ گست بار منه، گست همه زندگی منه. بچه از این بعد من کاراکتر اصلیم دیگه حالا میدونید گست بود، کلنم گست شد دیگه. خیلی موقع مثلا به خودم گفتم بذار یه کاراکتر جدا بردارم، ولی میخوام دیگه همون گست پلی بدم. اصلا خدا وکیل نگاه کن استیل گنگو، نگاه ترکیب و رنگو، اصلا خداییش صد فضاییه. طرف گست سیزن یک رو میبینه میگه اوه اوه گست سیزن یک. حالا خدا وکیلی بگذاریم دم نارکو گرم که حالا هوای بچه سیزن یکی رو داشت و من از سیزن یک پلی میدادم، بالاخره این گست به یه دردی خورد. واقعا گست سیزن یک بچه خیلی غنیمته و کمیابه. حالا خیلی دیگه اکانت کرکی میان میزنن و میتونن مثلا گست رو بگیرن، ولی اکانتی که مثلا طرف مال خودش باشه خیلی ارزشمنده. من خدا وکیلی دیگه از سیزن یک دارم پلی میدم نسخه بتا. بابا دارم حرف میزنم، اینقدر نیاد اذیت کن، نمیذاره اصلا ریلود کنی. بابا ولمون کن ناموسن، اصلا یادم رفت چی میخواستم. یه بچه کجا بودیم؟ آه سر گست بود. آره خلاصه بچه گست کلن یه جوریه که طرف تو آلکاتراز میبینه، تو مولتی میبینه، میگه بابا این پلیره، این سطحش بالاست. حالا خود گست بچه دلیل نمیشه که طرف پلیر خیلی خفنه باشه، ولی کلا از سطح بازی میشه فهمید دیگه. من یاره چجوری باید ثابت کنم؟ اصلا سطح شاتو نیا کن نخور. اینجا دیگه
تیرو ریجستر نمیشه. اکتیویژن چی کار داره میکنی؟ الان پینگ منو نگاه کن، 70 بعضی موقع 80 دوباره. آخه نباید این باشه دیگه. سرور رو کلا خرابه. اکتیویژن من نمیدونم، منو بند کرد، نمیدونم اصلا معلوم نیست فازش. برای همین خیلی دارم میرم اپکس لژند. حالا بچه‌ها خیلی مهمه این حرفی که می‌زنم، من اپکس لژند هم پلی میدم، ولی این دلیل نیست که فقط اپکس باشم یا فقط کال آف باشم. از این بعد میخوام همه چی پلی بدم. قراره چه خوش باشید. میگو الان چرا کاراکتر من نشسته اصلا خوب شد. کاراکتر تو بچه برای که نشینه توی آلویز اسپریتو بذارید تقریبا روی 100 و تیکشو فعال کنید اگه میخواید نشینه. ولی توی دوئل بچه دیگه باید یکمو بچینید، به خاطر اینکه صدا پاتون رو باید بگید. برای که صدا پاتون به انمی نرسه کلن آلویز اسپرینتو 70-75 نهایت 80 بیشتر نذارید، چون موومنتتون رو در واقع تون میکنه و صدا پاتون برای انمی میره. ولی اینجوری آلویز اسپرینت باز میشه که صدا پاتون رو بگیرید. حتما حتما اوه این چیزی رو نمون، حتما حتما این نکاتی گفتم اما رعایت کنید دیگه بچه ها. اصلا نگاه سطح شات رو دیدی، اصلا این اسنایپ کریستالی چه میدونم جون میگیرم لوکاسشو. بچه یه خواهش دارم توی کامنت برام بنویسید آقا اگه لوکاس بازی، اگه دیل بازی، اسکین چی برمیاری؟ کدوم اسکین خوشت میاد؟ کدوم اسکین اصلا حال میکنی باش؟ توی کامنت برام بنویسید. فرق نداره لوکاس باشه یا دیل کیو باشه، بین این دوتا ترجیحاً اسنایپای دیگه نه، بین این دوتا کدوم اسکین بچه واقعا براتون جذابتره و بیشتر باش حال میکنید؟ من خودم به شخص توی دیل کیو دو تا اسکینه، یکیش دیل هالیده، یکیش دبشار، که و بهترین اسکین لوکاس از نظر من همون کریستالی بچه واقعا خوشم میاد. و حتما حتما توی کامنت برام بنویسید نظر شما چیه. اینم یه وین خوشگل تقدیم به شما. و اینکه یاد بگیرید چطوری مثل چیتی رو پرواز کنید. بعضیا بهتون اینا رو یاد نمیدن، ولی شما خودتون برید تمرین کنید، انقدر جامپ بزنید تو هوا نمیو بزنید، انقدر ترینینگ برید، کلا خودتون رو محدود نکنید، بخوابید و بزنید، نمیدونم موومنت های سخت برید که دستتون بیاد. اینم از لودوت اتچمنت که در واقع بهترین حالت برای دوئل بچه ها. حتما حتما اینو تست بکنید. و خبر خوش بچه ها، الان 6000 تایی بودیم، تقریبا داریم تموم میکنیم، بریم برای هفتگاهی. هفتگاهی رو ببینم چیکار میکنید. کانال رو ساب کنید، یه کامنت انگلیسی معنادار علی اگزو اگزو کدم چیزی بذارید، یه قلب خوشگل اونجا بذارید. و حتما حتما خداییش اگر الان این ویدیو رو داشتی و نگاه میکرد و تمومش کردی، همین الان یه لایک بزن روش و برو که فردا ویدیو داریم. از این به بعد هم میخوام ویدیو شورت بذارم از بتل رویال، ویدیو شورت کوتاه، حتما حتما اونو رو هم ببینید شبا. فعلا خدافظ.